سلام سلام، خوش اومدید به کانال امشاد. ما اومدیم با یه ویدیو آموزنده دیگه تا بهتون بگیم تقریبا چقدر یورو باید با خودتون داشته باشید برای اول مسیر، برای 6 ماه اول زندگیتون و دونه دونه کارهایی که باید لازمه انجام بدید و هزینه هایی که مربوطه به اون کارها رو براتون میگیم و تا جای ممکن توضیح میدیم که شرایط مختلف ممکنه چطوری باشه. بریم سراغ تک تک این مواردی که باید با هم دیگه صحبت کنیم. خب اول از همه هزینه سیم کارت هستش که اولین کاری که باید بکنید خرید سیم کارته، چون بدون سیم کارت تقریبا انجام دادن بقیه کارا غیر ممکنه، چون شما نیاز به اینترنت دارید برای هر جا که میخواین برین که لوکیشنتون رو ببینید، مسیر رو پیدا کنید، خب به هر حال بلد نیستین اینجا رو. پس اولین کار خرید سیم کارت. خرید سیم کارت حالت مختلفی داره، ولی چیزی که ثابته 10 یورو برای خرید سیم کارت و فعال سازی شما باید بدید. حالا اپراتورهای مختلفی داره اینجا هم، مثل ایران که حالا ایرانسل داریم و همراه اول، اینجا هم ایلیات هست، ودافون هست، تیم هست، که هر کدومشون مزایا و معایب خودشونو دارن. ولی طبق تجربه خودم بچه‌هایی که از ایران اومدن و مستقیما ایلیات خریدن خیلی راضی بودن، ولی وقتی من خودم رسیدم اینجا ودافون خریدم و بعدش به ایلیات عوض کردم و خب یه خورده برای من ایلیات کند به نظر میرسید، چون از ودافون به ایلیات یه خورده ناخوشایند بود، ودافون سرعتش بیشتر بود. اما حالا چرا من این کارو کردم؟ به خاطر هزینه‌اش بود. گفتم 10 یورو که ثابته، اما ودافون برای شارژ ماهیانش حدوداً برای همون 100 گیگ یا 120 گیگ اینترنت باید ماهی تقریبا 13 یورو پرداخت میکردم، اما ایلیاد ماهی تقریبا نزدیک 8 یورو 7 یورو 99 سنت و خب با همون اینترنت، و میگم اینترنتش عالیه اما در مقایسه با ودافون خوب نیست. برای همین پیشنهاد ما به شما سیم کارت ایلیاده. پیشنهاد منم به شما اینه که یه زن زندگی بستونین مثل این خانم که از اینترنت قوی تر چشم پوشی کرد برای اینکه هزینه ها رو بیاره پایین تر. سپاسگزارتیم. خواهش میکردم. خب هزینه دومی که شما عزیزان باید پرداخت کنین ارسال کردن کیت پرمسو از طریق اداره پست ایتالیاست. شما باید برین یکی از ادارات پست معتبر ایتالیا، معمولا شعباتی که بزرگتر از بقیه هستن این کیت رو دارن. کیت پرمسو همون پاکت نامه که دورش یه حاشیه‌های زرد رنگی داره و داخلش تعداد فرم داره. اون فرم‌ها رو باید پر کنین. در آینده نزدیک نحوه صحیح پر کردن کیت پرمسو رو براتون ضبط می‌کنم و این بالا قرار میدم. بعد یه تعداد مدارک رو باید داخل اون کیت قرار بدین و ارسال کنین. هزینه کیت پرمسو و پست کردنش عدد ثابتی تقریبا فکر کنم 110 یورو باشه. سالانه شما باید 110 یورو بابت کیت پرمسو پرداخت کنید. خب سومین هزینه که باید پرداخت کنید و سنگین ترین هزینه هست، هزینه اجاره خونه است. شما در نظر بگیرید که ماه اول وارد ایتالیا میشین، خونه نمیتونین پیدا کنید و باید این یک ماه رو توی هتل‌ها یا مسافرخونه‌ها بگذرونین. کار ندارم یه تعداد از عزیزان خونه دوستاشون یا فامیلاشون میرن، من دارم اورف رو در مورد اورف صحبت میکنم. شما باید ابتدا که وارد ایتالیا میشین یه دونه مسافرخونه که مثلا این مسافرخونه‌ها بین 2 تا 9 تا تختشون قرار داره، یعنی شما با 9 نفر دیگه یا مثلا 5 نفر دیگه اون اتاق رو شریک هستید. بابت هر شب خوابیدن روی اون تخت‌ها شما باید بین 15 تا 25 یورو پرداخت کنید. شما این مبلغ رو حساب کنید، بعد بدبینانه هم همیشه توی مهاجرت فکر کنید، چون شاید این اتفاق واقعا براتون بیفته. شما در نظر بگیرید که 30 روز اول رو دارین هزینه رو به صورت مسافرخونه پرداخت می‌کنید و بعد از 30 روز اگه خدا بخواد و شما تلاش کنین میتونین یه دونه خونه پیدا کنین، اجاره کنین، خونه که نه، یه اتاق توی خونه پیدا کنین، اجاره کنین. معمولا 2 تا 3 تا اتاق داخلی خونه هستن که با 3-4 نفر 5 نفر دانشجو یا کارگر شما خونه رو شریک هستین. تقریبا توی میشه گفت که اتاقها به دو صورته، اتاق سینگل 2 پیا سینگل 1 نفر است، اتاق 2 پیا 2 نفر است، یعنی 2 تا تخت توشه. شما اگه بخواین سینگل بگیرین خب هزینه‌تون
بالاتر میره، تقریبا باید در نظر بگیریم بین 400 تا 450 یورو در ماه فقط هزینه اجاره اتاقتون میشه. نزدیک بین 50 تا 70 80 یورو هم هزینه انرژی، آب، برق، گاز، اینترنت، شارژ ساختمون و خب نظافت ساختمون همون شارژشه. یه بین 50 تا 70 یورو هم بعد اونو در نظر بگیرین که تقریبا بین 500 تا 550 یورو برای اتاق سینگل میشینه. معمولا ما ایرانی ها میایم یه اتاق دو پیای اجاره میکنیم با یکی از دوستامون، بالاخره یکی رو پیدا میکنیم. اجاره اتاق دو پیا بین 300 تا 350 یورو، شاید 250 یورو هم گیر بیاریم خوش شانس باشیم، ولی معمولا بین 300 تا 350 یورو، بین 50 تا 70 یورو هم باید در نظر بگیرین اون هزینه های جانبی رو که دور و بر 400 یورو براتون میشینه. این میشه اجاره ماهانه اتاقتون. ولی شما میخواین یه اتاق اجاره کنین، باید یا از طریق بنگاهی یا از طریق سایت های اینترنتی این اتاق رو پیدا کنین. معمولا صابخونه ها یه مبلغی به عنوان دپازیت داریم، همون پیشپول به ایرانی، معمولا بین 1 ماه تا 3 ماه پیشپول میگیرن از شما که در انتها بهتون برمیگردونن اگه به خونه آسیب نرسونده باشید. حالا از بدشانسی من و شادی، اتاقی رو که شادی اجاره کرد، صاحب خونهش 3 ماه ازش دپازیت گرفت، 300 بود اجاره هر ماه، 3 تا 300، 900 یورو همون اول کار از ما گرفت و حسابی حال ما رو گرفت. ولی خب دستش در نکنه که سریع قرارداد محضری اجاره نامه رو به ما داد، چون اون قرارداد محضری رو ما برای تکمیل شدن مدارک بورس شادی میخواستیم تا بورس رو از دست ندیم. شما باید در نظر بگیرین که دیپازیت دارین، یعنی پیشپول دارین، یه مبلغی هم باید برای ثبت قرارداد محضری به صاحب خونه بدین، یا اینکه باید بین 1 تا 2 ماه اجاره خونتون رو به بنگاهی بدین که اون خونه رو براتون پیدا میکنه. باید یه چیزی در حدود 1000 تا 1500 یورو برای همون قرارداد در نظر بگیرین. حالا بعضی خوششانسن، خودشون خونه رو پیدا میکنن، به بنگاهی چی نمیدن، دپازیت هم 1 ماه ازشون میگیرن، اونو کار ندارن. بین به نظر من 700 800 یورو تا 1500 یورو برای همون ماه در نظر بگیرین. حالا حساب بکنین ماهی هم 300 350 تا 400 یورو اجاره خونه دارین که 1 ماه اول که توی مسافرخونه بودین هیچی، 5 ماه میمونه. این 5 ماه هم حساب کنین 350 تا 400 یورو هزینه‌تونه که ضرب کنین یه عددی رو مد نظر داشته باشه. هزینه بعدی هزینه بیمه درمانی یا همون مثل تامین اجتماعی خودمونه و 150 یورو برای 1 سال. هر وقت این بیمه رو بخرید تا ژانویه اعتبار داره. برای همین بچه‌هایی که نوامبر میان، اکتبر میان مثل خودم و وقت کوئستراشون برای بعد ژانویه صف میکنن، اوایل ژانویه بیمه رو میخرن. تو وقتی که شما میرین کوئسترا حتما باید بیمه داشته باشید. اگه تاریختون تا قبل ژانویه باشه مجبورید که بخرید و دوباره مثلا فکر کنید برای 2 ماه 3 ماه بخرید، بعد دوباره ژانویه یه 150 تای دیگه بخرید، چون دوباره شما وقتی کوئسترا خواهید داشت در طول اون سال. ولی خب عموما اینجوری نیست، وقتی کوئسترا بعد ژانویه میشه 3-4 ماه بعدش، و توصیه ما به شما اینه که شما همین کار بکنید، از ژانویه بیمه‌تون رو بخرید. اما اگر شما بیماری زمینه ای دارید، مشکل حادی دارید و فکر میکنید که ممکنه توی اون چند ماه براتون مشکلی پیش بیاد، نیاز به اورژانس داشته باشید، نیاز به بیمارستان رفتن داشته باشید، این توصیه برای شما نیست. شما بهتره که حتما خریداری بکنید، چون بدون داشتن بیمه هزینه‌های خیلی سنگینی و اون وقت باید متقبل بشید. خب یه چیزی هم من بگم، ایشون دیگه حرفه‌ایه، یه سال بالاخره اینجاست، میگه کوئسترا. کوئسترا همون پلیس محلی میشه به زبان فارسی ترجمهش. شما وقتی که مدارک کیت پرمیسو رو پست، اون کیت پرمیسو رو پست میکنین، بعدم به شما در انتها یه دونه رسیدی میده که توی اون رسید مینویسه که مثلا 6 ماه دیگه این تاریخ این ساعت شما همین پلیس محلی یا کوئسترا نوبت انگشت نگاری دارین. وقتی که اون نوبت رو میرین انگشت نگاری میکنین، بعد بهتون کارت پرمیسو میدن و یکی از مدارک مورد نیاز و واجبات کوئسترا همین بیمه نامه است، بیمه سلامت 1 سال است. توی پرمیسو میتونین این مدرک رو ندین، ولی زمانی که برای کوئسترا میرین باید حتما این مدرک رو با خودتون داشته باشین.
اگه سوال اضافه تری داشتید حتما از همون بپرسین توی کامنت ها، حتما بهتون جواب میدیم. دیگه چی؟ دیگه همین الان محبت کنین، اون زیر لایک کنین، کانال رو ساب کنین، اون زیر زنگوله رو بزنین که نفر اولی باشین، ویدیو میذاریم از ویدیوهای ما با خبر میشین و بریم سراغ هزینه بعدی که باز هم باید این پول خوشگل یورو از جیبتون در بیاریم بریم. خب قسمت بعدی هزینه هاتون میشه هزینه خورد و خوراک و بهداشتتون. نگاه کنین، هزینه خورد و خوراک توی ایتالیا به نسبت هزینه اجاره مسکن خیلی پایینه و میشه گفت مثلا اگه خورد و خوراک برای هر کسی توی ایران ماهی 3 میلیون تومن بشینه، دارم مثال میزنم و نگین آقا مثلا 10 میلیونه واسه ما، واسه من 5 میلیونه، دارم مثال میزنم که اون مقدار تفاوت دستتون بیاد. مثلا برای اماد سال ماهی 5 میلیون تومن هزینه خورد و خوراک، توی ایتالیا این 5 میلیون تومن میشه مثلا 7 میلیون تومن اگه بخوام مثل ایرانم بخورم، ولی اگه بخوام یه خورده مراعات کنم، دانشجویی زندگی کنم، میتونم مثل ایران برسونمش به 5 میلیون، به 4500. الان بهتون میگم نگاه کنین، گوشت گوساله که ما تو ایران زیاد میخوریم، مهمترین چیز، مهمترین قسمت غذایی ما، گوشت گوساله تو ایران الان نزدیک 400-420 تومن همین الان خبرشو دارم، ولی توی ایتالیا شما میتونین 6 یورو کیلویی بخرین. 6 یورو 660 هزار تومانی هم بگیریم که الان 55 تومانی میشه 300 هزار تومان، 360 هزار تومان، یعنی باز 50-60 تومان از ایران ارزون تره. من میگم چه کاریه، شما خب مرغ نخورین، مرغ کمتر بخورین، تفریح مایی مثلا 4 وعده، هفته یه وعده مرغ بخورین، بیشتر گوشت بخورین. خب گوشت که تو ایران گرونتره از مرغ، همه هم بیشتر گوشت رو دوست دارین، خب اینجا گوشت خیلی قیمتش خوبه. گوشت گوساله دور و بر 6 یورو، گوشت خوک دور و بر 3.5 تا 4 یورو. خب خوک نخورین، همون گوساله رو بخورین، عشق کنین دیگه آقا. 7 ماهی 20 روز کباب بزنین برای خودتون. کی از این مدل غذایی بهتر میتونه تو ایران بخوره؟ هزینه بهداشتم که دیگه چیز خاصی نیست، یه دونه شامپو، یه دونه نمیدونم وسایل بهداشتی دیگه، اونم تقریبا مثل ایران، حالا یه خورده گرون‌تر باشه. حالا از ماه سوم، چهارم و یا بدبینان ماه پنجم به بعد که انشالله بورسیتون هم اوکی میشه، یه وعده غذایی منسا دارین که در طول روز یه وعده غذایی رایگان میتونین برین چند تا رستوران خوب شهر که با دانشگاه شما همکاری میکنن، در طول روز یه وعده غذایی رایگان بهتون میدن دیگه، اونجوری مبلغ هزینهاتون خیلی میاد پایین تر و خب میتونین پسنداز بیشتری داشته باشین. چیزی که من برآورد کردم و چیزی که شادی تجربه داره، خب شادی خیلی مراعات کرد، میگم زن خوب باید بستونید، خیلی مراعات کرد و شادی تقریبا هزینه بهداشت و خوراکش رو آورد ماه اول، خب خیلی سنگین تر از بقیه ماه، ماه اول فکر کنم 130-140 یورو آورد، از ماه بعد زیر 100 یورو آورد. خب دیگه خیلی مراعات کرد، یعنی اصلا رستوران غذا نخورد، اصلا نرفت مثلا بیرون یه دونه کافه چیزی بخوره و همه رو پسنداز کرد که من میام ایتالیا با هم بخوریم. عرضم به حضورتون، شما در نظر بگیرین ماهی 150 تا، میگم وسطش رو در نظر بگیرین، خیلی بدبینانه و خیلی خوشبینانه در نظر نگیرین، ماهی 150 تا در نظر بگیرین، خوراک 6 تا 150 تا میشه 900 یورو هم در نظر بگیرین تو 6 ماه اولتون هزینه خوراک و بهداشت. هزینه بعدی هزینه اتوبوس هستش که خب این هم فرق داره، کلا اینجا همه چی با هم فرق داره. خب اینجا ما بالای 25 ساله ها جز سنهای بالا حساب میشیم برای ایتالیا یا نشوخی میخواهم، اینا کلا دانشجو رو تا سن 25 سالگی در نظر میگیرن، برای همین کسایی که 25 سال دارن یا به پایین برای کارت ماهیانه اتوبوسشون 25 یورو پرداخت میکنن و اگه همون ابتدا که میخوان کارت رو بخرن یه ساله بخرن، واسه کسایی که زیر 25 سالن 10 یورو برای 5 سالشون. ولی برای کسی مثل من که بالای 25 ساله، من وقتی اومدم اینجا 2 ماه بود که 25 سالم تموم شده، باید ماهیانه 37 یورو پرداخت بکنن و برای 5 سال 100 یورو، یعنی بابت اون کارتی که کارت اتوبوسی که بهتون میدم. اما خب من ترجیح دادم یه سالش رو بخرم، هر سال شارژش بکنم که سالیانش میشه 10 یورو، اینجوری من اگه 5 سالم هر سال برم شارژ کنم باز میشه 50 یورو، نصف قیمتش. و دیگه چی؟ آها، بعد از یه مدت هم شما اگه عدد ایزتون پایین باشه به اندازه‌ای که دولت ایتالیا میخواد و یه سری کارهای، یه سری اپلیکیشن هایی مثل اسپید و اینا رو داشته باشید،
میتونید بونس حمل و نقل هم بگیرید که تقریبا رایگان میشه. کمک هزینه حمل و نقل. بله بونس. دیگه همین. آره دیگه شما باید در نظر بگیرید اگه بالای 25 سال هستین 6 تا 37 یورو رو ضرب کنین، اگه زیر 25 سالین 6 تا 25 یورو رو ضرب کنین. حالا در نظر بگیرین که حالا عدد اسپید رو نتونین توی 6 ماه اول بگیرین، عدد اسپید میگم اکانت اسپیدتون فعال نشه تو 6 ماه اول، اما رو میگم بدبینانش رو در نظر بگیرین که اون مقدار پول رو با خودتون داشته باشین. اگه اونجور که خواستین مراحل پیش نرفت برای شما، اون موقع از ایران طلب یورو نکنی که انتقال پول به ایتالیا خیلی سخته، هزینه‌اش هم خیلی بیشتر از یورویی که قیمتش الان 55 تومنه. شاید الان شما بخواید 100 یورو رو انتقال بدین، به جای اینکه 5 میلیون و 500 تومن ارزش واقعیش باشه، باید 5 میلیون و 800، 5 میلیون و 900 یا شاید بالای 6 میلیون بشه. بستگی داره که اون صرافی که میخواد براتون کار انجام بده چقدر روش سود ببره. خب بریم برای جمع‌بندی ببینیم که شما چقدر پول نیازه که بیارید. البته بستگی به آدمش داره. خب ما سه مدل آدم داریم، یعنی من سه مدل آدم میشناسم. یه مدل خوشگذرانه، یه مدل میانه رو، یه مدل هم به خودشون سخت میگیرن. شما اگه آدم میانه روی باشین، به نظر من و شادی زمانی که وارد ایتالیا میشین 5000 یورو با خودتون داشته باشین، میتونین از پس تمام خرجاتون بر بیاین، یه مقداری هم پول تو جیبتون نگه دارین که اگه یک زمانی خدای نکرده مشکلی، بیماری، چیزی براتون پیش اومد، یه چیزی تای جیبتون بمونه که خیالتون جمع بشه. شما چی میخوای بگی؟ هیچ. خب به نظر من و شادی پولی که میخوایم با خودتون بیارین 5000 یورو باشه، حداقل 4000 یورو و زیر 4000 یورو تحت هیچ شرایطی با خودتون نیارین، چون گرفتار میشین. ولی 5000 یورو یه عددیه که با خیال راحت وارد ایتالیا میشین و کارتون رو انجام میدین. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. این اطلاعاتی که ما داریم به شما میدیم حاصل دسترنج 9 ماه زندگی شادی توی ایتالیایی که خیلی زحمت کشید، خیلی سختی کشید و الان بالاخره شکوفه زد گل شادی و من حضور دارم اینجا، داره کلی لذت میبره. امیدوارم لذت برده باشین. ویدیو رو لایک کنین، کانال رو ساب کنین، زنگوله رو بزنین، به دوستاتون معرفی کنین کانال رو. تا یه ویدیو آموزشی دیگه، من و شادی شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خداحافظ. خداحافظ. بوناناته.